ندم تا حالا. منم دیگه راستش بخوای هر چی بود و دیگه نتونستم تحمل کنم. گفتم ما این همه اومدیم مثلا تو کانال چرت و پرت میگی فیک فلانه، مرتی که پوفیوز تو تا الان تو عمر 10000 دلار از نزدیک ندیدی. من تا الان 50000 دلار فقط به خاطر احترام به شماها و حمایت از یه ورزشکار پول دادم به اون سعید توی 7-8 ماه حمایتش کنم. دیدم بچه تنهاست توی غربت داره ورزش میکنه، یه کمکی بود، هم قلبی بود هم به خاطر شماها بود، 50-50 بود. خب بعد اومده یارو فکر کن این همه آدم نمک نشناس، این همه پوفیوز، این همه ببین این همه نمیخوام چون رو سفرم نشسته نمیخوام بد و بیرا بگم. خب این آدم بد رفته یه استوریه یه آدمی که خدا زده گاییدتش، خب که اونو من حالا گوششو میکشم به من بی احترامی کرده رو گذاشته توی استوریش و لوکیشن زده استانبول، مرتی که پوفیوز تو لوکیشن میزنی استانبول مثلا بگم گنگی داداش، همین الان بیام ببینم با هم چای بخوریم. آره نمیخوام یه چیزی بگم، تو خودت منو میشناسی که با تو کنار من راه میومدی به جون مادرم دست و پاش میلرزید، اگه نمیلرزید بیا بگو نمیلرزید، به مرگ مادرم توی تاریفا و این برابر میرفتیم، میگفت حاجی تو من خواهی ندارم با تو را بیام میترسم میکشنمون. گفتم برو بابا تو چیزی مثلا فایترمونی؟ هیچ. چی داشتم میگفتم از بس خارج شدم مثلا. اینو ما حمایتش کردیم و اینا، خدا مادرش هم حفظ کنه انشالله که سلامت باشه، مادرش خانوادهشون موفق باشه. ولی داداش من این همه به شما وظیفه‌ام بوده، یه کار قبول کردم انجام دادم، ولی حتی اینقدر معرفت داشتم گفتم نگو من اسپانسرتم، به خود امیرم گفتم نگو پشت مجازی من ساپورتت میکنم نگو، ولی وقتی که میگی فلانی اسپانسرمه داداش، وقتی میرسی به مسابقه خب یا آهنگ منو بذار یا حالا آهنگ منو نمیذاری یک کیرخری پی امی چیزی رو بدنت بذار. حالا اون مسابقه رو کلا یه لایو گذاشته بودم 27 نفر داشتن میدیدن، هیچ بیننده‌ای همون نداشت، هیچ جا هم قرار نبود ببینن. ولی ببین تو چقدر قلبت کوچیکه، ببین چقدر آدم پس فطرتی هستی، اومدی یه پستی نذاشتی از من تشکر کنی، میگی آقا این 7-8 ماه 10 ماه این همه داره منو کمک میکنه حمایت میکنه. به قرآن که زایه است، به قرآن که یه مرد این کارو نمیکنه، یه ورزشکار این کارو نمیکنه. اگه ادعاد میشه ورزشکاری، پهلوانی، ورزشکاری نمیدونم فلانی بیساری، هیچ گوزی نیستی داداش. من همینجا خود امیرم خیلی ادعاش، من توی همین لایو امیر رو به مبارزه دعوت میکنم تو رینگ، حتی خود سعیدو بیا دعوت آقا مبارزه، بعد بیا بریم یه رینگ میگیریم مبارزه کنیم. امیر تتلو من تو رو توی ببین مگه نمیگی گنگی نمیدونم درد میکشی فلان، تحمل یه چک برا نداری، من تو یه چیز بذاریم خب، یه دونه بازی بذاریم، یه دونه پیام چطوری داداش؟ پیام هم خودت خیلی از دست اینا کشیدی. ببین یه دونه مبارزه میذارم توی همین استانبول، خواهشو داری بفرما به قول خودت. خب تو مسابقه من دستکش میپوشم چک بهت میزنم، با اولین پسی اگه نیافتادی اسممو بذار خالقزی دور کلام قرمزی، تو گوزوی بابا، تو هیچ به هیپ این، فقط خدا یه اعتماد به نفسی بهت داده به قرآن مجید، یعنی اعتماد به نفس بهت داده که فقط با اون اعتماد به نفس خودتو سرپا نگه داشتی. توی هر تا دیدی مثلا یه اتفاق افتاده مردم ریختن تو پیج ما شلوغ شده، خاصی خودتو بندازی وسط یه فالووری بگیری، ولی دیگه فالووری که از طرف من میاد سمتت داداش اونجوری نیست، با آگاهی میاد سمتت، میفهمی چی میگم؟ برداشتن یه سری لایوهای قدیمی منو با اونو، من هر کسی که رفیقم باشه تا زمانی که رفیقم باشه بهش احترام میذارم، زمانی هم که ببینم بی احترامی بکنه ترجیحاً جوابشو نمیدم ترجیحاً، ولی اگرم دیگه خیلی به چیز برسه
یه جوری جوابشو میدم که باید بدم، دروغم نمیگم. مثل تو بیام بگم فیک پول نر، مردی که 45000 دلار کم پولیه. الان 40000 دلار چقدر میشه؟ اصلا 40000 دلار 1,200,000 پول گرفته میگه فیکه. دعیوست تو بابا تا حالا اینقدر پول بهت داده که مثلا بزرگ شدی؟ عجب، به قرآن آدم پشماش میریزه از اینا. بعد تازه با این همه بی احترامی من بازم به یارو بی احترامی نکردم، گفتم آقا اعصابم خوردن جواب ندم، اصلا ندیدم، وقت نکردم. آدم بعضی وقتا شاید 3 روز نخواد جوابی که بده، شاید حالش خوب نباشه، دلیل نمیشه بری بگی این پویان کمونی. تو تیم داری مگه؟ تیم کجا بود داداش؟ خودتو مسخره کردی کسکش. تو یه آدامس نمیتونی تو ترکیه بخری؟ تمام آدامس تو، این رفیق دوست ما اینجا نشسته شاهد و واحد، آدامس میخوای بلد نیستی بخری؟ بابا شما یه کارت نداری تو جیبت، یه کارت بانکی نداری، یه مسابقه UFC رو ببینی؟ کارت من بسته به تلویزیونت. مرتی که تیم داری، خندم میگیره به قرآن، تیم گوز داری پلشت، من تو تیمت نیستم، به قرآن من آدمی نیستم که از ریشه بزنم، ولی دو تا دنده میدادم خیلی بد میشد. چقدر ما رفتیم بلند شدیم رفتیم تو کستوم در یه ته 3 ساعت ما هر روز رفت میرفتیم آقا رو زودتر از اونجا بتونه برن ببیننش. خود تیم گوزوش اونجا بودن، خودشون دیدن که کسی را نمیدادن، حتی تو روز عادی خانواده طرف را نمیدادن. تو یارو 6 ماه اومده بود اونجا میخواست پسر خالش ببینه، راهش نداده بودن. تو ما تو روز تعطیل میرفتیم پیش یارو براش غذا میبردیم، از گشنگی نمیره، سیگار بهش میدادیم بکشه اونجا خودشو نکشه. این بود جواب دست در نکنم. این اصلا ما هیچ کاری نکنیم، این همه راه اومدیم تا اونجا و رفتیم، اینه جواب دست در نکنم. پویان بسکش، من 100 تا مثل تو رو میکنم که اینجا نشستم الان پلشت. لایوم نم اختصاص گرفت به این عطاش خاله. برو بابا درتو بذار، اصلا عددی نیستی، هیچ عددی نیستی. عرض به خدمت شما که قضیه نیلی هم اینجوریه، یه سری حواشی دیگه هم برای ما ساختن. آقا محمد تاج سری خان، آقا حاجی هم زایه است بابا، زشته. میدونی چی میگم؟ اصلا حرکت خیاره بابا. یارو دوستته، تو کانالت میری مینیسی یارو جز تیم ما نیست. من کیتر خودم رو جز تیم نداشته شما حساب کردم که حالا مثلا میگی جز تیممون یا تیممون نیست، بعد میگی دهاتی. این چه حرفیه مثلا دهاتی؟ من با افتخار دهاتی هم، من دست هرچی دهاتی هم از همینجا میبوسم. بعد میگی اگه خواهی داری به مردم ایران فش بده. حرف رو نگاه، اگه تو کانالش نوشته اگه خواهی داری به لورا فش بده. خب داداش تو اون قشری که بهشون فش میدی، اینا یه مش پلشتن که تو بهشون فش میدی. تو اگه تخم پدرتی همین الان تو کانالت یه فش بده به لورا، ببین اگه 24 ساعت دیگه خانوادت رو نبردن بچه شدی جناب سرهنگ. به قرآن یارو خودشو کس گیره برده. مثلا ببین فش میده به خوار مادر خودش، میگه تو اگه جرأت داری فش بده مثلا به خوار مادر برسلی. فهمیدی؟ پشمام ریخته. من چرا باید فش بدم اصلا؟ من مردم به من این همه احترام میذارن، این همه منو دوست دارن. این الان 114,000 نفر خودم تنها نشستم اینجا توی لایو من این موقع شب، این همه به من لطف دارن، منو لایک میکنن، کامنت میذارن واسم، شیر میکنن. چرا باید فش بدم؟ مگه کونم میخوره؟ مگه مریضم؟ به خدا من آدمی نیستم جلوی کسی رو بخوام بگیرم، مثلا بخوام طرف رو بگم آوی بزنین بگاهینش فلان و بیسار. و الان مثلا کاری داره مثلا یه دوتا حرکت زدن به نظرت برای منی که دیگه خودتون بهتر از همه منو میشناسید؟ زشته بابا، به قرآن زشت. حرمت اون نون نمک که با ما خورید رو حفظ کنید، حرمت اون 10 باری که ما اومدیم
به خاطر شما اومدیم تا اونجا رو حفظ کنید. فهمیدی؟ پیر چایی بود زایی است بابا، خیلی زشته به قرآن.